سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چیکارا میکنین؟ خدا رو صد هزار متشکرم که همه حالتون خوبه. شاید براتون سوال باشه که اینا چیه تو دست من؟ اینا رو خودمون درست کردیم، محافظ شاخونه. میخوام امروز یه راه حل بهتون میگم که بتونین ملکه تکثیر کنین، یعنی شاخونا رو محافظت کنین با اینا و بتونین ملکه‌های بیشتری داشته باشین که بتونین راحت بچه مصنوعی بگیرین. بچه‌ها این ساخت اینا رو ویدیوش آخر همین ویدیو میذارم، یعنی میذاریم میتونیم بریم ببینین ساختش آقا پیام انجام داده، میبینین کامل میگیم که چجوری اینجوری درست شده، تو ویدیو هستش. بریم میذاریم برای شاخونا ببینیم چیکار میکنیم. بچه هایی که نمیتونن پیوند بزنن یا مثلا شاخونی تولید کنن، ملکه تولید کنن، این راه آسونترین راه بهترین روشه. بریم ببینیم چطوره. بچه من یه بچه مصنوعی گرفتم، شما خودتون میدونید این ویدیوشو دیدین، یه بچه مصنوعی گرفتم. بعد اون بچه مصنوعی یه عالمه شاخون زده، اگه نژاد خیلی خوب بچه مصنوعی گرفتم اون شاخون زده و میرم اینا رو میذارم برای شاخوناش. نژادش فوق‌العاده است، از همون کندوی اول گرفتم. این از بچه مصنوعی ما، این که هیچی، این رقاب بچه مصنوعی. میبینیم بچه چی جمعیتی داره. من ماشه رو بیارم. خب بچه این نگاه کنیم، این شاخون، یکی از اون شاخون است. من میخوام اینو نجاتش بدم و نگرش دارم. یه ذره میتکونمش میذارم اینجا. یه دونه از این محافظ شاخونا رو میام میذارم دقیقا، نگاه کنید، این شاخون، این محافظ شاخون، میام میذارمش دقیقا رو شاخونه، فشارش میدم، میره تا قشنگ. باید فشار بدیم راهی نداشته باشه و اینا ملکه‌ای که تازه به دنیا میاد میره میخوره و تمام شاخونا رو میخوره. بچه این قانونیه که ملکه تازه به دنیا آمده تمام شاخونا رو میخوره. پس ما یه چند تا رو محافظت میکنیم، این زیر شاخونه در میاد، این ملکه محافظت میشه. این یکی، اینم به این ور میذارم چون نمیتونیم بچسبونیم. اگه بازم باشه یه دونه دیگه از اون محافظ شاخونا میزنم. الان نگاه چند تا دیگه شاخون، این شاخون اصلا بزرگتره و اصلا زودتر زده شده. این شاخون اصلا بزرگتره و اصلا زودتر زده. این اگه در بیاد تمام این شاخونا رو میخوره و دیگه ما نمیتونیم تکثیر کنیم. دیگه شاخون وسطی نداریم که من بخوام بزنم. بریم اونای دیگه نیا کنیم. این شاخونه حتما زودتر از همه در میاد، چون من داشتم بچه میگرفتم. اگه شما یادتون باشه توی ویدئوی بچه مصنوعی گرفتن، این قاب یه دونه شاخونه نصف کاره داشت، این همون یه دونه شاخونه نصف کاره است. این دو سه روز دیگه در میاد، تمام شاخونه رو میخوره. برای اینکه این زودتر اون شاخونه رو نخوره و ملکه تازه داشته باشم، یه دونه از اون شاخونه رو من چی گذاشتم؟ محافظ گذاشتم. فکر کنم یکی دیگر هم میتونی. یکی هم داشت پایینشو. آره دیدم آفرین. ولی روی اینم یکی دوتا هست. اینور که نیست. آها اینور یکی دوتا دیگه هست. که اینا نگاه کنین شاخونه خیلی با کیفیتیه. مثلا این شاخونه خیلی با کیفیتی، ولی من متاسفانه نمیتونم این شاخونه رو براش محافظ بذارم و باید این شاخونه مثلا براش محافظ بذارم یا این شاخونه. یه ذره میتکونمش. یه چند تا زنبور زیر شاخونه هم باشه اشکال نداره، زیر توری که بتونن شاخونه گرم بگیره. اینم یه دونه دیگه از اون محافظا. این وسط وسطش میذارم، برو کنار زنبور لینش. اینو فشار میدم قشنگ یواش، چون که اونورش امکان داره در بیاد شاخونه. پیام اگه اینور با دست دیگر داره، من یه ذره فشارش بدم. این آقا رفت و قشنگ نشست. این الان شاخون اونجا محافظت میشه، بچه زنبورا بهش غذا میده. این دو تا ملکه من میتونم از این تکثیر کنم، دو تا داشته باشم. هر وقت بخوام یه بچه مصنوعی بگیرم یا به هر کدوم از این کندوها ملکه بدم. این دو تا از محافظ شاخون، ما شاخونا در اومد، ویدیوشو دوباره میگیریم میذاریم حالشو ببرین. اینم ببندیم تا شاخونا به دنیا بیاد. اینم سعی میکنیم نزدیکش نگه داریم. اینم که آخر تا منتظر میمونیم تا ملکش به دنیا بیاد، دوباره ویدیو میگیریم براتون میذاریم.
بچه ها این قفسه که گذاشته بودم براش، ملکش به دنیا آمد، ملکه خودش هم توی شاخون بود به دنیا آمد، الان گمشون کردم. یکیش اینجاست قایم شده، نیورا بود، پیداش کنیم بگیریمش بذاریمش تو قفس که بتونیم ازش یه بچه مصنوعی بگیریم. پیداش کنیم. آها یکیشو پیدا کردم، اینجاست. نرو گرفتمش نگرفتمش. یکی دیگه شو پیدا میکنم، یا اینو میگیرم یا یکی دیگه هم اینجا هست که در رفته بود از دستمون. یه قفس دیگه هم داریم که میتونیم یه دونه دیگه ملکه تولید کنیم باش. کجا رفتی؟ یهش پیدا کردنش بین این همه زنبور خیلی. آها ایناش. ای بابا منم میترسم اینو فشار بدم چون ملکه باکره است، باید بره تخریزی کنه بیاد، یه ذره سخته. گرمم شده، اینجاست، گرفتمش میذارمش داخل قفس. برو اینها. اینم از ملکه باکره که من گرفتمش. این ملکه باکره میبینیش، میذارمش همین رو زنبور بهش غذا میدم. اونی که ملکهش اینجاست، یه ملکه دیگه که خودش در اومده اینجاش. نبکنه ایناش بچه. اینم میتونیم حتی بگیریم، اینم بذاریم تو قفس، این شاخونا به دنیا بیاد، این شاخونا که این شاخونا رو خورده، این شاخونا به دنیا بیاد، از این شاخونه یه ملکه دیگه هم داشته باشه. یه ذره کثیف شد ملکه روش، یه ذره خب آفرین ملکه خوشگل. الان ما یه دونه ملکه‌مون رو تولید کردیم برای بچه‌ای که می‌خوام ملکه تولید کنم، یه دونه هم زیر قفس داریم ان شاءالله به دنیا میاد. ناش یه دونه هم زیر قفس داریم شالا به دنیا میاد، اونا هم استفاده میکنیم. آیا میذاریم با همین کندو یه چند تا زنبور بچه، کاش میتونستم بگیرم براش بذارم کثیف نشه اینجوری. من خیلی کثیف شده ولی اشکال نداره، اینا دوشون میگیرن تمیزش میکنم، میذارمش اینجا ازش نگهداری میکنم تا بریم یه دونه بچه مصنوعی بگیریم این ملکه رو بهش معرفی کنیم. اینم از بقیه داستان، اینم از بچه مصنوعی ما که تبدیل شد به ملکه که میخواستیم. خیلی دوستتون داریم، انشالله شما هم استفاده کنین، ملکه دار بشین که راحت بتونین ازش بچه مصنوعی بگیرین و عشق کنین، لذت ببرین. اینا خودش بهشون غذا میدن و اصلا نگرانشون نباشه.